کجا بودی شبایی که غما می کشتنم بی تو؟ نگاه کن تو چشای خیس تنهاییم، منم بی تو، تو اون آغوشی که تنها پناه گریه ها بودی، شبایی که من این زخما رو میشمردم. کجا بودی؟ تماشا کن تو این درد رو، به دنیای من آوردی. تماشا کن تویی که خنده ها مو با خودت بردی. نمیخوام مثل من تنها بشی با گریه ها، اما منو یادت بیار هر جا تو تنهایی زمین خوردی. هنوزم اون شبای گریه مستی رو یادم هست، کجا موها تو وا کردی، کجا مستی رو یادم هست. هنوزم اون شبای گریه مستی رو یادم هست، کجا موها تو وا کردی، کجا مستی رو یادم هست. کجا بودی شبایی که غما میکشتنم بی تو؟ نگاه کن تو چشای خیس تنهاییم، منم بی تو، تو اون آغوشی که تنها پناه گریه ها بودی، شبایی که من این زخما رو میشمردم. کجا بودی؟ هنوزم اون شبای گریه مستی رو یادم هست، کجا موها تو با کردی، کجا مستی رو یادم هست. تو حق داری اگه رفتی، اگه حرفامو یادت نیست، ولی من این که گفتی عاشقم هستی رو یادم هست. بالاخره استاد آزاد شد. الو، سلام. بله، اوامرتون اجرا شد، خیالتون راحت. خیلی که عصبانی نشد ها؟ نه خیلی منتظر نشد. تو حل شد دیگه اون کار تو شرکت دیگه؟ آره باشه. یکی دست گوشی. علی رضا گوشی. الو، سلام. واقعا ببخشید، من بد جور گیر کردم، شرمنده. مهم نیست، حالا میبینیم، همون صحبت میکنیم. خداحافظ. خداحافظ. اصلا گفت تو داری میای، یه ذوقی تو صداش بود، باورت نمیشه. هم ذوق داشت، هم خیلی حالش گرفته شده بود. حالش گرفته شده بود از این که نمیتونی بیاد دنبال تو. شما خودتون اونجا تنهایی خونه دارین؟ بله. خونتون بزرگه؟ یعنی منظورم اینه که اگه یه دختر ایرانی بورسیه بشه بیاد اونجا میتونه؟ پانسیون. فقط یه سوال بود.
کشتیش دیگه برش کن. تو چرا نگفتی؟ دیدیش دیگه نهلو فرسم سو کشی. نهی من کارش رو بزنیم. دمت گرم مالی دنبالم. خدا فرس. گوشی گوشی. اینا چی هست؟ اون واسه توه. همهش؟ آره. حله یعنی نگران نباشن؟ حلیش که حله. سعی و سالم تحویل ریانه دادمش. اما که نگران باشی که نه رو نمیدونم. قشنگ دلخور شده و نظرم خشتگت پرچمه. خیلی خوب حالا. خدافظ. قابل نداره. حالا به وقتش جبران میکنم. سمیرا! چی شو؟ کجا را؟ هیچی میگه حسنم سهر رفتم میخوام برم پیاده روی. چشه این خواهرت؟ یه چیزیش میشه نه؟ یعنی چی؟ نه میگم جوونه حالا دیگه حوصله ما هم نداره دیگه بسو بره دیگه. امروز خیلی مشکوکی ها. من؟ نه بابا چه مشکوکی؟ بده بقیه شما هم بچینم. دیگه تموم شد. چی دیگه منو؟ بله. ولی مشکوکی. مشکوکی چی بابا؟ یعنی من عاشق این خلبازیاتم. بذار یه زنگ به مامان لیلا بزن. نمیخواد به کسی زنگ بزن. نکن اصلا بابا قلبش ضعیفه. نمیشه نترس. بپوش بریم خونه مامرزی. اوه تو به علیرضا گفتی بیاد دنبالت فرودگاه. پس قطعا امیر نمیدونه. چه شایی بشن امشب همشو باید فیلم بگیرم. گوش من بده. سلام کجایی؟ به من الان آزادم بیا دنبالم بریم فر بخوریم. خب کی کار تموم میشه؟ تو بگو من منتظر میمونم. من الان وسط خیابونم که فکر کردم بهت زنگ بزنم خوشحال میشی زود میای. دفعه آخرت باشه میپیچونی ها. خدافظ. بعد بعدش هم اصلا نگران وسیله و اینجور چیزا نباش. اصل خونه بود که جور شد دیگه. حالا یه روز با هم دیگه میریم پشت میدان امام حسین یه جایی هست اسمش الان یادم نمیاد. هر چی که دلت بخواد پیدا میشه. بار وانس میکنیم میبریم خونت. دست درد نکنه. میگم علیرضا همون اولین باری که جلو کافه مهتاب دیدمت معلوم بود با همه فرق میکنیم. با احساسی، مهربونی، اونقدر که تو به فکر مشکلات منی خودم نیستم. حرفا چیه بابا؟ رفیق به درد همین موقع ها میخوره دیگه. اصلا رفیق یعنی همین. برای نسبت فرق آدم با گاو و گوسفند چیه؟ همین توجه به هم دیگه. همه که اینجوری نیستن. اصلا همین پسر خالت امین قشنگ تابلو بود. قرار بود امروز اون بره فرودگاه انداخت گردن تو. مطمئنم با عطیه بوده. نه بابا اصلا اینطوری نبود. اصلا اومدن دختر دایمون یهویی شد. خبر نداشتین؟ هر دختر داییم از قدیم همین شکلی بود. هر کاری داشت به من بود. چی؟ از همین اخلاقت خوشم میاد. راز نگه داری نمیخوای امیرو خراب کنم. کار خوبی هم میکنی ها. بر همین هم از که ازت نمیپرسم بین امیر و دختر دایی چیه. چون مطمئنم جواب نمیدی. تو فرق میکنی. به تو که میگم. خب بگو. Thank you.
بله بله آمدم. چه بامزه راننده خانم بود. من دیر کردم، حال نشینا، شامتونو بخوری. واسه راننده آژانس در رو باز کردین؟ سعدا سعدا خوبی؟ بچه‌ها دلم براتون تنگ شده بود. قشنگم میری پیدا کنم. منم اینجا. کی اومدی از زهر؟ رسیدم، هنوز ماما اینا نمیدونم، خبر بیام اینجا. هستی الان ما به مهراب تلفن میزنیش میاد اینجا شام. اسما بیا ببین چطور شد. من خودم به داداش زنگ میزنم. من دارم به تئاتر تلفن میکنم که شب نمیرم. یه چای شیرینی چیزی بده به بچه ها. باشه ششم. نمیخواد زحمت بکشین، اومدیم یه سر شما رو ببینیم بریم. اومدنتون با خودتون و رفتنتون با من. نمیدونین امیر کجاست؟ الو تاتشوهر. نمیتونم، حسابی قاطی کردم، همه سرنخو دستون خدا بیامرز بوده. این داش کوچیکه که شوته که بابا. همون موقع که به خودت گفتن تمام آهن قرازا رو تا لب مرز میارن، دست به دامن تو بودن. الان که انا گوهشون قرقاته شد. یه لفت و لیستایی هم تو دارو داشتن که اونم خوابیده. یعنی چی؟ یعنی ارز دولتیشون رو قطع کردن. تو اینا رو از کجا میدونی؟ دیوار بتونی رو میشه سوراخ کرد. گفتم که رفتیم تو دلشون. الو مادر جان، سلام، احوال شما؟ چه عجب که یاد پسرت افتادی. خیر ایشالله. اتفاقی افتاده؟ چشم چشم، شما بگی این کفتر جلد میام. باشه باشه باشه، خدا نگهدار. پس اومد. یه من دیگه بگو یادم. نه خیلی اصلا هم روزه یه ما خودم برای راست میگی، بگو جان سمی. چرا جان تو فریدو کفن کنم راست میگی؟ دختر جون لطف کن بر پیش خواهرت. نیست نیومدن. پس پر بشین اون بر بودو ببینم. مرسی عزیزم. باریکلا آفرین، خجالت نمیکشین؟ گیر دادین به دختر بچه؟ نه حقیقتا اون شرایطی که شما فکر میکنین نبود. آره بابا دیدیم داره چاخان میگه سیس آنجلینا جولی، برداشت ما هم یکم تفریح کردیم. واقعا که مهتاب جون این فکر میکنه تهران خبریه، دو روزه میخواد سرتیتر خبر رو بشه. دقیقاً. بعد به خواهرش هم بگو مراقبش باشه، این کار دستش میده. برخلاف سمیرا که ختم روزگار، این بدجور بابو گلابیه. چشم حتما. در زم یاد باشه که روی دسته موبیل نمیشینم. چشم. یه اسپرسو به هم بده. دختر جون اون لیوانی رو که دستت بخور. چشم. چیه؟ پولشو میدم. نه 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 نه، مگه من مردم؟ ایشون مهمون منن، هرچی خواستم براشون بیار. بله مهمون منم هستن. امیر خان کاری بایی سمیر خانمو نداشته باشی یا؟ ایشالله عروسی ایشون و علیرضا جون تو یه شب بکنم. اها بس دیگه، چقدر مسخره بازی در میارین؟ بریم بیرون ببینم. باشه جمع کن اینا رو. امیر تویی؟ دختر دایی خوشگلی داری؟ چی؟ چیه؟ با پسر خالت رفتیم فرودگاه دنبالش.
تازه کلی هم باش رفیق شدم ها. گفت اومدی انگلیس یه راست بیا خونه من. علیرضا بیا اینجا یه لحظه. چطور این عرازل؟ سلام. سلام علیرضا. چیه؟ تو با این دختره پا شدی رفتی دنبال اسما؟ چیه؟ تو دوباره باز وحشی شدی؟ حالا دختره نه سمیرا خانم، قشنگ موقع نهار زنگ زدی چیکار میکردم؟ اگه میدونستم سر کلاس فوق‌العاده نشستی با سمیرا خانومت نهار کوف میکنی خودم یه گوهی میخوردم. آخه شما که وقت نداری که، حالا عوض تشکر کردنته؟ ببین به این عشقت بگو حواستو جمع کنه جلو دهنشو بگیره. سمیرا اومده؟ رفت اومد مطمئن چون یه قهوه مرسی قهوه خوبی بود. خدافز بچه ها. خدافز. بله حتما. یه نمی برم اون بر نمیر هیچ کاش کاموسی ها هیچی نرمال. حالا چی شده اینقدر قاطی کردی؟ چی شده؟ تو اصلا فکرم میکنی؟ اصلا حالیت دورو برامون چه خبره؟ من حالیم نیست. تو بگو حالیم شی. دایی را افتاده رفته اونجا. چی؟ دایی پاشده رفته کافه گالری. بعدش هم هیچی به روی من نمیاره. فرداش هم به بهانه گپ زدن منو برمیداره میاره اینجا. یه جوری رفتار میکنه که انگار از هیچی خبر نداره. امروز هم که اسما سرزده پیداش میشه. حالا افتاد یا هنوز هم فکر میکنی اتفاق نیفتاده؟ بفرمایی. انقدر دست دست کن تا گندش در بیاد. ببین من تا نفهمم تو سر دایی چی میگذره هیچ کاری نمیتونم بکنم. مرزی عکس کلاس اولمو نشون میده ببین چه آقایی بودم من. الانم آقایی کلاس اول چیه؟ زشت. اینجا بابا منو نگاه کن. لبخند. خاله جانم زغاله آماده است. بیا این آشو بردو ببر اول. به به اوه اون سالادی که امیر اونقدر دل به کار داده خوردن داره ها. تمام جونمون بوی سیرداغ گرفت. اسما دلش آش میخواد. علی رضا میتونی فردا بیای دنبالم؟ خرید دارم. شما جون بخواه. شما لازم نکرده اینقدر دست و دل باز باشی. خاله شما دیگه چرا؟ خودم میام میبرمت. عمه کمک نمیخوای؟ نه قربونت برم. علی رضا کبابا رو ببر شروع کن دیگه. نه دیگه کبابا با من. نه ریحانه خواهش میکنم تو نه. دفعه قبل همه رو جزغاله کردی. جزغاله چیه؟ مامان برشته شده بود الکی آدم رو ضایع میکنی. من درست میکنم. چه کردین دستم عزیزم؟ بذارین حداقل موقعی کشیدن کمکتون کنی. خوش اومدی قشنگم. اسما جان بیا این دیسو ببر کبابا رو بکشین توش. بیا اونو من میکشم. بیا بیا قربونت برم. دستت درد نکنه. عجب
آدای راستی من یه چیزی رو می‌خواستم چند روز از شما بپرسم. این نفوذی شرکت معلوم شد که این کسی که اطلاعات ما رو به افسری می‌فروشه؟ نفوذی؟ من یادم نمیاد راجع به این قضیه با تو صحبت کرده باشه. نه من نگفتم از شما شنیدم، شاید از رضی کسی شنیدم، حالا مهم نیست. من یه زنگ مامان بزنم بگم اسم اومده. هر روز دلخوری ازم؟ نباید باشم. باور کن گرفتار بودم. عریضه‌ام که فرستادم دنبالت. شماره‌شو خودم داشتم. میخواستم بهش زنگ میزدم. گفتم بیا دنبالم. باشه حرف با توه. من معذرت میخوام. بخند حالا. کار استارتاپت چی شد؟ خوبه. برنامه ریزیاش داره تمام میشه، تا چند ماه دیگه هم نسخه آزمایشیش رو ران بکنیم. به به چه کبابی شد. با ما خیلی سلام رسون. من میرم تو کمک. من مصاحبه بودم؟ اینقدر باد نزن سوخت. بگی باد بزن تو. من میگم نزن تو میگه بزن. به عنوان یه پسرخاله دلسوز بهت میگم همین فردا تکلیف رو روشن کن. یعنی دقیقاً چه غلطی بکنم؟ پسرخاله دلسوز. مثل یه مرد سینه تو بده جلو بهش بگو یه نفر دیگر رو دوست داری. این کاری که داری میکنی هم غیر اخلاقیه هم بار حقوقی داره. شما با حماقتت گن بالا نیار. من خودم یک کاریش میکنم. پسر خاله دلسوز. انقدرم رو مخ من راه نرو. خب اینا مهمونی که به مناسبت بازگشت غورآفرین اسما بعد از یک سال به خونه مامرزی است. خیلی خوب. بفرمایید چه دیگه بذارید کنار. دست درد نکنیم. خب کی شروع میکنیم؟ میخواییم کفگیر من بگیم؟ بچه اول با آب شروع میکنیم یا پولو؟ بفهمم شما نکشیم هرچی میخواییم. میگم اسما کاش قبل از اینکه شامو شروع میکردیم در این چمدون رو باز میکردیم. ما دیگه طاقتمون نیست آخه. اگه برای تو فرق میکنه بابا اینقدر سر به سر این آب نبات من نذاری. سوغاتی یا سر جای خودش محفوظه. بذارین امشب حرف خوب بزنیم. زنده باد. زنده باد ماما مرضیه. امشب هممون دور هم هستیم. شکر خدا همه هم حالشون خوبه. قصه عشق این دوتا جوونم شده مثنوی 70 من. اگه ماما مرضیه اجازه بدن، چون تا الانش هم خیلی دیر شده، امشب تاریخ دقیق عقد رو تعیین بکنیم. این الان چه حرفیه داری میزنی مهراب؟ این حرفی دارم میزنم که تو ذهن همه مونه. عاشق همین سراحتتونم دهی. داداش میذاشتی شاممونو بخوریم بعد؟ داداشت همیشه کاراش همینجوری هما جون. آخه مگه من حرف بدی زدم؟ یعنی عاشقتم بابا. شامتو بخور. نه عزیزم تو حرف بدی نزدی، فقط جاش اینجا نبود. این دوتا بچه خودشون بزرگ شدن، فکرشونو میکنم به ما میگه. بذاریم خودشونم تصمیم میگه. ما به اونا اعلام نکنیم. اصلا اسما کو؟ اسما؟ اسما مادر؟
حرف بزنم دوباره بهت بر میخوره، دو ماه با من قهر میکنی. چه حرفی بود زدی؟ کدوم حرف؟ همین که تاریخ عقد رو مشخص کنیم. تفلک اسما دیدی چه خالی شد؟ اصلا هممون شوکه شدیم. بعضی وقتا یه شوکه کوچولو لازم. من دارم جدی میگم مهراب. منم جدی میگم. ببین مهراب، امیر بچه خواهرته، پسر خوبی هم هست، قبول، ولی اسما دخترته، اینو یادت نره. تو نباید کوچیکش کنی، نباید خوردش کنی. این رفتار تو یعنی که میخوای هرچه زودتر اسما این خونه بره. خب چرا؟ من حال اون بچه رو دیدم، درکش کردم، مادرشم. یه چیزی هم بهت بگم ها، اگه بهت حرفی نزد فقط و فقط احترامت رو نگه داشت. تو از اولش هم با ازدواج این دوتا مخالفی. خدا ای خدا، چه ربطی به مخالفت من داره آخه؟ من میگم اگر کسی قراره پاپیش بذاره، هما و امیر، نه تو. چرا مثل خاله خانباجی ها حرف میزنی؟ این حرف ها مال 100 سال پیشه. ناسلامتی تو تحصیل کرده ای؟ ای بابا، پس ما قرار نبود بیاد. مطمئنم این قضیه به تو مربوطه. ماجرا چیه مهربان؟ من اصلا احساس خوب ندارم. رفتارهای امیر داره روز به روز نگرانترم میکنه. اگه اتفاقی افتاده خواهش میکنم به من بگو. من باید بدونم تو چرا اصرار داری این دوتا زودتر باید با هم ازدواج کنن. هیچ اتفاقی نیفتاده. تو هم نباید نگران باشی. یکی هم خودشو بذاره جای من، زنگ میزنه به من بدو 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 بیا تهران یا تو جمع. من اصلا نمیفهمم کاراشو، گیجم کرده. الکی گیج نشو اسما، بابا همیشه همینطوری بوده، اصلا نمیشه فهمید تو مغزش چی میگذره. بعدش هم شاید واقعا امیر کار داشته، شاید اصلا دلشو زدی. خفشو ببخشید شوخی کرد. نکن از این شوخی ها نکن، حالا بد میشه. ببین من یه ایده ای دارم. خب تو یه بارم که شده به حرف خواهر کوچیک‌تر گوش بده. تو فردا قرار بری امیر رو ببینی دیگه. اصلا انگار که نه انگار اتفاقی افتاده، اصلا واسه مهم نباشه. داشتم بشه این عشق بازی یکم دلبری کن. چی کار کنم؟ چه میتونم؟ یه روشی بزن، یه مدل موی تغییر بده. امیر جان آره حالا میتونه اینم باشه. چقدر بزرگ شدی. تازه کجاشو دیدی؟ تو حرف حساب حالیت میشه؟ من نه شما حرف حسابو بهم بزن ببینم چی آخه. کم آروم‌تر، سمیرا خواهرش بالا نشسته. چی زشته؟ یه جوری میگه ما رفتیم خونه اونا طلب شدیم. من که نمیتونم حرف حالی این کنم. تو بیا باش حرف بزن ببینم زبون تو رو میفهمه. چی شد؟ چی رو بفهمم؟ خودش گفته ماشین مال من، الان میگم سندشو بده نمیده. خب زور میگی دیگه. من نگفتم مال تو، گفتم فقط زیر پات باشه. سند ماشینو میخوای چیکار؟ پرسیدن داره، میخواد ببره بفروشه. آره میخوام بفروشم، میخوام بفروشم، پولشو بذارم به یه کاسبی از این علافی در میام، بعد میخوام یه کار را بندازم. بچه من پیر شدم، اما مونگول که نشدم که. تو میخوای ماشینو بفروشی بدی قاچاقچی ببرتت اونور آب. آره اصلا همین، اشکالش چیه؟ قبلا گفتم الانم میگم، من بچه‌مو دست قاچاقچی نمیدم. راست میگن دیگه آرمان، تو هیچکیو جز خودت قبول نداری. بابا من الان 22 سالمه، بچه که نیستم، بذار خودم برای آیندم تصمیم بگیرم. تصمیم معقول بگیر، مخلصتم هستم. مخلص نمیخوام، دمت گرم. اینو بچه‌ها باهم رفتار نکن، بذار کاری که دلم میخواد انجام بدم. همونی که گفتم. همین دیگه. حرف نداری بزنی جواب نمیدی. مؤدب باش آرمان. جواب دادم، تو گوش نمیدی. چیکار میخوای بکنی ها؟ دنبال کار میگردی؟ بیا برو کارگاه، هر جوری هم که دلت میخواد بچرخونش. من پا میشم میام خونه، میشینم اینجا کتابامو میخونم. ولی اگه قراره بری اون... آره میدونم، برم سربازی، دو سال علاف شم، بعد با خرج شما منو میفرستی اونور. لابد جاشم شما تعیین میکنی. آره کجا برم که با روحیاتتون سازگار باشه؟ آدی جان حرف بزن آرمان. برو بابا تو هم خانم معلم. ببین من دیگه هیچی نمیگم، تو هم ادامه نمیدی. تمام. آره دیگه همیشه همینطوری میکنی تو. این آرمانم راست میگه. خب سند ماشینشو میخواد دیگه، بابای تو هم زیادی خوش. سمیم به تو چه مربوطه؟ اشکالی نداره.
تکون نخور سمی. جست نگیر دیگه، معمولی باشم کاری که میکردی. اسمس بازی تو بکن. چه خبر؟ هیچی. صبح رفتیم فرودگاه. فرودگاه بین‌المللی. تا حالا نرفته بودم. فرودگاه؟ همینجوری؟ نه، یعنی اتفاقی شد. دختر دایی علیرضا از لندن اومده بود. دیگه مجبور شدیم بریم فرودگاه دنبالش. چه زود صمیمی شدی نه؟ کار به آشنایی با خانواده رسیده بود. نه بابا، اول زنگ زده بود به امیر. امیرم طبق معمول انداخت گردن علیرضا. خیلی هم دختر گنده دماغی بود. فکر کنم هم ناراحت شد از اینکه امیر نرفت دنبالش. نمیدونم چه فرقی میکنه حالا امیر با علیرضا. حتما فرق میکنه دیگه. ببین اصلا حالش خیلی بد بود. زنگم که زد امیر از دلش در بیاره، این چی زد تو پرش. تو مجبوری حرفای مردمو بیاری تو خونه؟ خودت سر صحبتو باز کردی. باش رفیق شدم، گفت اومدی لندن بیا خونه من. سمین چی شد؟ ای تو که 4 تا خط بیشتر نکشیدی. برو وایس سرت، چت هنوز تموم نشد. سمیر یه لحظه بیا کاری دارم. آتیه چیزی نبودا. بیا تو. تو اومدی گپ بزنی به زندگی من. که این جزئیات در واقع اون احساسات و درک افراد رو نسبت به اون فضاهای معماری. خانم ناصر ببخشید استاد. خواهش میکنم. خوبه بدونید که میس وندران بیان میکنه که خدا در جزئیاته. سلام. خوبی؟ ممنون. چه ماشین باحالیه. آره باحاله. وای امین نمیدونی چقدر دارم هیجان میخواد. احساس میکنم آدرنالین خونم افتاده. بریم بریم آفراد؟ میریم آنه بازه یه ذر سرم خلوت شه. تو تا کی میمونی؟ بستگی داره. به چی؟ خیلی چیزا. مثلا آدرنالی. یه فیلم دیدم پایین توچال خودمون از این بانجی جامپینگا زده بودن، میبرد بالا بالا بالا، یه ها وای عالی بود. میای بریم؟ سکته میکنیم بابا. وا برای چی سکته کنی؟ اصلا نترس، اول من میپرم، اگه نترسیدی تو هم بپرم. نه من نیستم. هیجانی خوبه که دست خود آدم باشه، نه اینکه یه نفر دیگه هولت بده از اون بالا بیفتی پایین، تنابش پاره بشه، فکرشو بکن به زمین نرسیده آدم قلبش وای میسه. باشه خوب بریم آفراد. بگه مانو بزن سرم خلوت چه گیر نده. چه خواب خوشگلی. اینو با خودم میبرم. من هر بار میام ایران میام اینجا کلی خرید میکنم. خیلی چیزای خوشگلی داره. من احساس میکنه توشون کلی خاطره. امیر خونه جدیدم رو باید ببینیم. چه منظره. چه علا. سلام. سلام. ببخشید صبح زنگ زدی سر کلاس بودم. چرا؟ سر حال نیستی؟ چیزی شده؟ نه، چطور؟ همین جوری به نظر میذاره گرفته میای. خستم یکی. ببین، حتما باید ببینمت. بعضی میام کافه باشه؟ ببین، من حالم خوب نیست، باید دارم خونه. سلام استاد. سلام. خستم.
باشه برای بعد. کاری نداری؟ خیلی خوب باش. خدا حافظ. ببخشید یکی از بچه ها بود ماشینش رو برده بود گاراژ درست کنه، چند سوال داشت. خوبه تلفنی کار مشتریات رو من رسید. اینا رو جفتشون رو گفتیم با هم دوستانه؟ یه قول بهم بده. چه قولی؟ دارم لک زده واسه دیزی. همون روزی که میریم آفرود بعدش هم دیزی بخوریم. باشه دیزی هم بهت میدم. خیلی طول نکشید. چی طول نکشید؟ کارهای استارتاپ بازیت دیگه. تو پلتفرم رو ران کن، مالیش و مارکتینگ با من. ببین اسمو باید با تو حرف بزنم. ببین امیر داری با هم حرف میزنی؟ نه منظورم حرفای دیگه است. چی؟ لندن آفرود نداره، همش بارونیه، چه میدونم فرمون ماشین سمت راسته. بی خیال امیر، بی خیال این گاراژ، رو اینجا دیگه موندن نداره. سال دیگه همین جایی نشستی که الان. چه خوبه غذاش. اینجا رو کجا پیدا کردی؟ بعد از ظهر برنامه چیه؟ بعد از ظهر که باید برم گاراژ. باش پس منم بذار خونه یکم پیش ریحانه باشم. باش. ریحانه مامان سلام علیرضا، خوبی؟ شما بهتری؟ خوش گذشت؟ که شرکت بابایی؟ هر موقع شما بگی. مسخره بازی در نیاردم، جدی باهات حرف میزنم. مشاوره حقوقی دارم ازت. گفتم کی بهتر از تو که کمکم کنه؟ مگر اینکه شما قرض بدونی. فردا خوبه؟ واسه من که فرق نمیکنه، هر موقع تو راحت تری. فقط هیچکی نفهمه، حتی امیر. خیالت راحت، خودم و خودت. خیلی خوب میبینم. خداحافظ. خب چه خبر؟ به نظرم یخچال خوبیه. باله آقا این بدنه یخچال چرا قوره؟ قور نبود این قیمت نمیدادم خانم. حالا با برمیسه یخچال داره. جواب نمیده. معلوم نیست کدوم گوریه باس. خیلی گیر میدی به این دختر گنده. خب بزرگ شده بچه نیستش که. میدونم علی رضا، چون بچه نیست نگرانشم.
تو برنامه تو امروز کلا آزاده دیگه ها. آره این کافشاپ خیلی کافشاپ عالیه، اگه دوست داری بری اینجا بشین. فرمایید. به من اعتماد کن، فیست خوبه. اونه فقط فیگورین که اونم حوزه تخصصی من. حالا بابتش خوب پول میدن؟ ببین بیشتر از اون که بتونی تصور کنی. کسی رو بردی تا حالا که کارش گرفته باشه؟ مروای طبیعی ها نمیشنسی؟ نگو که کار تو بوده. از این دختره بود که عشق بازیگریه. خب نصف استعداد تو رو هم نداشت، از این دفتر میرفت اون دفتر، به زور تونسته بود 2000 تا فالوور جمع کنه. خب بردمش دبی، بعد از یه ماه، بعد از یه ماه فالووراش شد 2,700,000. بلند شو. برای چی؟ بلند شو. برو عقب تا قشنگ، برو عقب، برو عقب، عقب تا آروم بچه. خدا کنه قدر خودتو بدونی. ببین خیلی به یه جایی میرسن میزنن به جلسوازی. خب تو که هستی هوام داری دیگه. برای شما خانم جزا. وای دست در نکنه. ببین از این به بعد بیشتر باید به خودت برسی، هوای خودتو باید داشته باشی، منم پشتت هستم. گوشو دوست داری؟ خیلی عالیه. آی جعبه شو بده کن. میخواستم همین کارو بکنم. سمی چرا اینقدر بدن تو منقبض کردی؟ یه ذره ریلکس تر وایس. ببینی چه فوتوجنی که. آره به به سمی من نگاه کن، ببین دست اینجوری کن. به به فیسش نگاه کن، فیسش عالیه. حالا یه دونه هم اخ کن. شد اینجوری؟ آره. سمیرا؟ بله عمو. یه دقیقه بیا.
جانم. این دختره رو میشناسی؟ از عصر که اومدن هم جو ایستاده بود خونه ما رو اقدام کرد. نه نمیشناسمش. ولش کن، این شام سرد میشه. آتیه نمیاد؟ گفت گشنش نیست. حالا برش نگرم میدارم بعدم یاد بخورم. چیزی شده؟ نه، خسته است فقط. هر بهانه میخوای بیار غیر از خستگی. آتیه اصلا خستگی حالش نیست. بگو نمیخوام بگم. دو سه روز سرحال نیست. خونه چی شد؟ دارم وسیله میخرم. یکی دو روز دیگه از شهرم راحت میشه. بعضی شهرشون هم خوبه. تو از اونایی. الان این فوش بود یا تعریف؟ حالا. سلام، ببینم یه کمی دیر میکردی؟ وا نه، عمو تازه سر شبه. بگم کنم، تو باش را تو دو گوری بودی. اگه آقا بالا سر میخواستم میموندم خونم. چگاه میکنم؟ چیه زمین؟ با چه گندی زدی؟ کادو گرفتم به تو، هیچ ربطی نداره. ببین، اگه تحمل میکنم نمیزنم تو دهنت به احترام خونه یه که توش مهمونیم. یکی دو روز دیگه بخوایم بریم خونه خودمون جفتک بندازی قلم پا تو خورد میکنم. فهمیدی؟ سلام. چه خبر؟ دایی نیست؟ خبری نیست، نه. آه، نهیدم مطابقت. تو همیشه همینجوری قرار میذاری مردم رو علاف میکنی؟ چه قراری؟ با دختر دایید یه ساعت تو اتاق دایید منتظرته. ببین. وای، آدم گیر استاد پر حرف نیفته شرمنده. قهوه میخوری؟ آره مرسی. ترافیک هم که تموم نمیشه. خوبی؟ آره منتظرت که بودم، نشستم به مرور خاطراتی. بشین. زنداری داره این روزا کیف میکنه حسابی. آره آره دخترش اومد. دایی کجاست؟ وزارت خونه. نمیتونم چرا یهویی رفتم تو بچگیامو. من، تو، امیر، چه روزای خوبی بود. یادش بخیر. چقدر هوام داشتی. همه خرابکاری های منو تو گردن میگرفتی. کم کتک نخوردی به خاطرم. عوضش خوب آب بندی شدم. بزرگ شدیم ها. ولی هنوزم دوست دارم هوامو داشته باشی. بتونم رو حساب کنم. آره، از اون لحظه خیلی راحت باشه. مثل چی پشتتم. یه گیر حقوقی داشتی چی بود؟ بگو ردیفش کنم.
دوستش داری؟ چی؟ خجالت نداره دختره رو. گفت خبرنگاره؟ نه آره، یعنی دانشجوه. آخه اصلا هنوز اون چیزی که تو فکر میکنی نیست، اتفاقی نیفتاده. میفته، دختر خوبی بود. انقدر خجالت میکشی میخوای من باش حرف بزنم؟ نه حالا اونقدر هم دیگه دست پاچه لفتی نیستم، یه حرکت ریزی زدم. دوست امیر چی؟ اونم دانشجوه؟ دوست امیر کیه؟ همون که تو ماشین حرفش رو زدین، اسمش چی بود؟ آتیه؟ کی راجبش حرف میزدیم؟ حرفی نشون. روکو رو راست بهم بگو قضیه چیه. دختر دایی من تو رو خدا ننداز تو عجل. خب یعنی الان به امیر بگم اسمشو بهم گفتی؟ هم دانشگاهی سمیراست، شرکتی با هم دارن یه کافه گالری، خودشون بهش میگن کافه گالری، را انداختن، یعنی دارن را میندازن. روبروی همون کافه مهتاب که گفتم پاتوق همیشه که من و امیر و بچه هاست، من اونجا باهاش آشنا شدم. امیرم با آتیه همونجا آشنا شد؟ نه اصلا یعنی یه شرایطی پیش اومد که همه با هم دیگه آشنا شدیم دیگه. بعد تو به سمیرا نزدیک شدی، امیرم به آتیه؟ نه اصلا نزدیک اونجوری که تو فکر میکنی نیست، بیشتر با هم دیگه آشنان. من مطمئنم چیزی بینشون نیست، یعنی ایشالله که حالا نباشه. دوست دارم تو کافه مهتاب قهوه بخورم. پس یه کاغذ خودکار بیارم، آدرسشو برام بنویسم.